من نگرانی که دارم این هست که بعد از این دوره شما یک مقداری بدبین بشید به جامعه اقتصاددانان کشور، به دانشکده های اقتصاد کشور، ولی نباید اقتصاددانان و دانشگاه های اقتصادی ما رو شما ملامت کنید یا قضاوت منفی داشته باشید. این شرایط اقتصاد ما بوده، شرایط کشور ما بوده که اگر کسی مثلا از بهره هوشی بالاتری برخوردار بوده، رفته مثلا رشته مهندسی خونده، اگر مهندسی نخونده به رشته های دیگر مثلا پزشکی، مهندسی، حقوق، و اگر که مثلا نمیتونست این رشته ها رو قبول بشه وارد اقتصاد و مدیریت میشدند، در حالی که در دنیا رشته های اقتصاد و مدیریت هم از رشته های خیلی بالا به حساب میآیند. و ببینید کسی که بخواد اقتصاد بداند باید جامع الاطراف باشد. کسی که علم اقتصاد بخواد بدونه بعض وقتا حتی باید با هنر هم آشنا باشه، یک دید هنری خوبی هم داشته باشه، مخصوصا در مدل سازی اقتصادی یک مقدار نوآوری هنری درش باید باشه، علاوه بر این از نظر ریاضی باید قوی باشه، از نظر منطق باید قوی باشه، روانشناسی رو خیلی خوب باید بشناسه، نهاد انسان چگونه فکر میکنه، چگونه عمل میکنه، این خیلی تأثیر میذاره در اینکه ما تحلیل اقتصادی درستی انجام بدهیم. کسی که روانشناسی نمیدوند، کسی که ایکیو کافی ندارد، بسیاری از اقتصاددانان رو بنده سراغ دارم. ببینید بیشتر از این که مشکل ریاضی داشته باشند، این اقتصاددان عزیز ما اتفاقا ریاضیش هم عالیه، مشکل هوش هیجانی دارن، یعنی انسان رو خوب نمیشناسن، تعاملات انسانی رو خوب نمیشناسن. این هاست که مشکل به وجود میآورد. اقتصاددان حتما باید قدری فلسفه بداند، باید با اصول فلسفی، با تحلیل فلسفی، با قیاس، با منطق باید آشنا باشد. بنابراین کسی که در اقتصاد میخواد قوی بشه باید جامع الاطراف باشه، این رو هم در نظر داشته باشید. خب ساختار انتخاب رشته در ایران به نحوی بوده که اگر هم افراد مثلا با آیکیو بالا از رشته های مهندسی، مثلا از مهندسی دانشگاه شریف و دانشگاه تهران وارد اقتصاد شدند، متاسفانه خب از نظر آیکیو قوی بودند، ولی از نظر ایکیو حالا مشکل داریم، یعنی از نظر هوش هیجانی یک وقتایی میبینید که مشکل هست، از نظر اینکه در واقع بالاخره فرد داره در مورد انسان صحبت میکنه، باید یک مقداری در جامعه شناسی، روان شناسی، باید با اینها هم آشنا باشند که به ندرت پیدا میکنیم که افرادی رو داشته باشیم که با همه این علوم آشنایی داشته باشند. برعکس شما وقتی که به دانشگاه پیشرفته میروید، و من از تجربه شخصی خودم دارم خدمت شما این رو عرض میکنم که در دانشگاه پیشرفته که شما تشریف میبرید میبینید که اتفاقا بسیار بسیار افرادی که در رشته اقتصاد در سطح اول دنیا هستند، بسیار با در نسبت به کنش‌های انسانی آگاهی خوبی دارند، دانش خوبی دارند، و امیدوارم با همکاری شما انشالله ما بتونیم علم اقتصاد رو در ایران گسترش بدیم، رشد بدیم. Thank you.